ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک شما عزیزان، همراهان و همکاران محترم، امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من ابتداعا دستم در کار فرقا رو خدمتتون معرفی میکنم. فرقا خانم رضا جهاندین گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1401. پس از ایشون فرقا خانم زهرا باجلان سخنرانی با موضوع شهروند خبرنگاران ایرانی راویان مقاومت. در آخر هم بحث آزاد رو داریم، حق اعتراض هنرمندان در کنار یا مقابل مردم. پس به جلسه خودم هستم ستاره دژم، منشی جلسه فرقا خانم مرضیه مهدیه، ضبط صدا و تدوین آقای سعید پورمند و آقای پویا حسابی، ادمین هم خانم مرجان شعبان نژاد. امروز هم 24 آذر 1401 مصادف با 15 دسامبر بخشید نوامبر 2022 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. خانم جهاندین اگر آماده هستید ما تحصیل شما اخبار میشنم. ممنونم. خیلی ممنون از شما. منم سلام عرض می‌کنم به همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم. در مورد اخبار، در خبر اول ما توقیف روزنامه جهان صنعت رو داریم به خاطر مقاله‌ای که آقای صادق زیبا کلام درباره کیان پیرفلک نوشته بودند، کودکی که توسط در واقع نیروهای سرکوبگر متأسفانه به قتل رسیدند. در همین خبر اول ما نقض اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو داریم که توی این اصل بر آزادی مطبوعات در انتشار مطالب تاکید شده و همینطور نقض ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم که در مورد حق آزادی بیان اندیشه و اینکه مردم حق دارن از هر طریقی به خصوص از طریق نشریات و مطبوعات به اون اطلاعات مورد نظرشون دستیابی پیدا کنن صحبت شده که هر دو ماده متاسفانه نقض شده. در خبر بعدی در مورد فوت آقای رضا حقیقت نژاد هست که روزنامه نگار رادیو فردا ساکن آلمان شهر برلین بودن که بعد از فوت ایشون خانواده ایشون از طریق سفارت ایران در برلین مجوز دفنشون رو میگیرن که جسدشون به ایران و شهرشون شیراز منتقل بشه، اما وقتی که جسدشون به ایران برگردونده میشه سپاه پاسداران 5 روز جسد ایشون رو مخفی میکنه و در نهایت هم به صورت مخفیانه و بدون هماهنگی با خانوادهشون و دور از زادگاهشون حتی به خاک میسپارن که تو این خبر هم ما میبینیم که در واقع اون حق انسانی و ارزش انسانی که ما به عنوان ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر اون رو میشناسیم نقض شده. خبری داشتیم در مورد اینکه آقای بیژن بیرنگ کارگردان به حال ناماشنای سینمای ایران که حتی میتونیم توی کارنامه‌شون سریال پرطرفدار خانه سبزم ببینیم، معتقد هستن که در واقع اعلام کردن که تلویزیون خودش رو صاحب همه هنرمندان میدونه و از یک سیستم بردگی داره استفاده میکنه، در صورتی که ایشون میگن که هنرمندان وقتی که به جای وابسته نیستن و کارشون رو دوست دارن باید کار کنن تا زندگیشون به چرخه و این معنی و مفهوم یک هنرمند مستقله، بخش خصوصی شرایط خاص خودش رو داره و به موضوع نگاه صنعتی داره، کارش رو انجام میده و به هر حال منافع خودش هم داره. به هر حال این بحث میتونیم این بحث سینما توی سینما و شبکه نمایش خانگی ببینیم این بخش خصوصی رو، اما بخش های دولتی که زیر مجموعه صدا و سیما زیر مجموعه بخش دولتی به حساب میاد یه همچین شرایطی نداره، سانسور بسیار توش زیاده و اون بخش سینمای دل بخواهی که در اون چیزی که
بشه تصور کرد، ترسیم کرد از هنر توی بخش دولتی نمیبینیم و توی همین جامعه هستش که هنرمند هم بخشی از مردم خودش رو احساس میکنه و هم مجبوره که جوابگوی دولت باشه. اگر که اعتراض بکنه بخش دولتی ممکنه خوشش نیاد، اگر که خوشش نیاد ممنوع کار میشه، ممنوع تصویر، ممنوع صدا و زندگی براش نمیچرخه. در نتیجه صدا و سیما یا وزارت ارشاد که میان دست به یه همچین کارهایی میزنن و هنرمندان رو ممنوع کار میکنن، در واقع تشبیهشون کردن به اینکه اسیر یک سیستم بردگی هستن و هنرمند اگر که بخواد با بخش دولتی کار بکنه برده سیستم دولتی هستش. که توی این خبر هم ما نقض ماده 4 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مورد عدم بردگی و بندگی انسان‌ها و همچنین در خصوص بهره‌مندی از امنیت شغلی و کاری صحبت شده رو می‌بینیم. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از بازداشت دست کم 62 روزنامه نگار در ایران از آغاز اعتراضات تا پایان ماه گذشته خبر داده که این همونطور که میدونید اعتراضات سراسری که توی ایران در حال جریان هستش به دنبال اتفاقی بود که برای دختر 22 ساله اهل سقز مهسا امینی و اون بازداشتی که اتفاق افتاد توسط گشت ارشاد، مسئله‌ای که براشون پیش اومد و متاسفانه فوت کردن، اعتراضات سراسری که شروع شد، یکی از بخش‌هایی که خیلی از نظر امنیتی به مشکل برخوردن همین بحث روزنامه‌نگاران بودن، به خاطر اینکه خیلی روی این خبر کار کردن و در پی اون خیلی از اخبار مربوط به اعتراضات سراسری رو پوشش دادن که متاسفانه به مزاج آقایون خوش نیومد و دست کم 62 روزنامه نگار در عرض حدوداً 2 ماه و نیم بازداشت شدن. که ما باز هم نقض اصل 24 قانون اساسی رو میبینیم که در مورد آزادی مطبوعات صحبت کرده و روزنامه نگار وظیفشه و شغلشه که اون اخباری رو که توی کشورش اتفاق میفته پوشش بده. و همچنین توی این خبر ما دوباره نقض ماده 26 و 29 منشور حقوق شهروندی ایران رو داریم، منشوری که سال 1395 تهیه شد که بیان میکنه هر شهروندی از حق آزادی بیان برخورداره و دولت باید آزادی بیان رو به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی که حالا میخواد روزنامه باشه، مجله باشه، کتاب باشه، سینما، رادیو، تلویزیون، اینستاگرام، فیسبوک، هر چیزی که میخواد باشه که همه اینا زیر مجموعه این در واقع ارتباطات در نظر گرفته میشه، این امنیتش رو تضمین کنه و هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب در صدد اعمال فشار بر اون حالا شبکه اجتماعی یا بر اون مطبوعات یا بر اون انسان باشه یا حتی بخواد سانسور بکنه یا کنترل بکنه یا یه سری کارهای غیر انسانی به این شکل انجام بده. این موردی هستش که میگم دقیقا توی ماده 26 و 29 منشور حقوق شهروندی ایران هست که متاسفانه ما میبینیم که نقض شده. توی خبر بعدی اگر که یادتون باشه خانه سینما در حمایت از هنرمندانی که در کنار مردم قرار گرفت و در کنار مردم قرار گرفتن و صحبت کردن بیانیه ای صادر کرد که بعد از اون ما میبینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میان صحبت میکنن و میگن که ما با دو قطبی سازی و افزایش تنش مخالفیم و دوست نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر مشکل درست بشه و از اون طرف هم میگن که خب به هر حال هنرمند باید سرش تو کار خودش باشه و دخالتی نکنه. آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با ایسنا درباره بیانیه اخیر خانه سینما اینجوری میگن که این بیانیه تحلیل درستی از اتفاقات نیست و از هیئت مدیره خانه سینما که بیانیه صادر کردن میخوان که به وظیفه سنفی و حرفه خودشون عمل کنن و به ما کمک کنن تا مسائل خاتمه پیدا کنه و از لحن‌های غیر دوستانه استفاده نکنن چون که فقط باعث میشه که تنش درست بشه. این صحبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستش که اصلی ترین وظیفه‌شون اینه که ایشون در کنار هنرمندان قرار بگیره و
توجه بکنه به خواسته هنرمندان، به خصوص هنرمندانی که در کنار مردم قرار گرفتن و الان متاسفانه میبینیم که بازداشت شدن. آقای احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، اعلام کردند که صدا و سیما بیش از آنکه دستگاه توزیع آگاهی باشد، به یک رسانه برای توزیع جهل تبدیل شده. آقای زیدآبادی نویسنده ای هستش که داستان زندگیشو در چند جلد نوشته. منتقد سیاسی هستن که اخیرا از عرصه سیاسی خدافزی کردن و روزنامه‌نگاری هستن که کماکان ما مطالبشون رو جسته گریخته میبینیم. اما اعلام کردن که مجمع، در واقع مرجع آگاهی رسانی و باور به رسالت صدا و سیما رو ما از دهه 70 شمسی به بعد به خاطر این سانسورایی که انجام میده، به خاطر این در واقع نشر اکاذیبی که داره، از دست دادیم و دیگه صدا و سیما به عنوان یک مرجع آگاهی رسان در نظر گرفته نمیشه. توی خبر بعدی، خبری که اومده این هستش که تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران برای اعتراض به مدیریت کلان فرهنگی و هنری کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری و اداره کل مرکز هنرهای نمایشی، عملکرد خانه تئاتر، تمام در واقع این به مدیریت تمام این مراکزی که من خدمتتون عرض کردم اعتراض داره، به خاطر اتفاقات، به خصوص این اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده، و اعلام کرده که با توجه به شرایطی که وجود داره و از حق و حقوق اعضای این کانون در واقع دفاع نمیشه و حقوقشون رعایت نمیشه، تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسان این کانون، یعنی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر، استعفا دادن و قطع همکاری کردن. حالا اینجا من خیلی به صورت تیتوار میخوام در مورد هنرمندانی که در ماه گذشته از اعتراضات مردم دفاع کردن و حالا چه اتفاقی براشون افتاده تا جایی که ما خبرش رو داریم، یه آمار خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. نفر اول خانم امیری هستش، مرضیه امیری، روزنامه نگار، که ایشون بازداشت شدن. خانم دنیا مدنی که به تازگی مهاجرت کردن و بازیگر هستن، در حمایت از مردم حجاب از سر خودشون برداشتن. آقای فرهاد فخربخش، مجری برنامه شما و سیما، با انتشار ویدیویی از ادامه همکاری با صدا و سیما انصراف دادن. آقای علی لطیفی، بازیکن سابق استقلال، روی آنتن زنده شبکه جام جم صدا و سیما رو تحریم کردن و گفتن که این آخرین برنامه‌ای هستش که در اون شکایت میکنن. خانم هنگام قاضیانی، بازیگر سینما و تئاتر، در حمایت از اعتراضات مردمی حجاب از سر خودشون برداشتن که توسط ماموران امنیت بازداشت شدن و بعد به قید وثیقه آزاد شدن. آقای نوید افقه، موسیقیدان و نوازنده برجسته تنبک، که ایشون هم بازداشت شده بودن در ماه‌های قبل تر، اما با قید وثیقه 2 میلیاردی موقتا آزاد شدن. و همونطور که میدونید فشار بر روی آقای سامان یاسین، خواننده کرد، برای عقص اعترافات اجباری که متاسفانه در خطر اعدام هم هستند خیلی زیاده و همینطور خیلی خبر درستی از شرایط نگهداری آقای توماج صالحی، رپر مردمی، که ایشون هم خیلی از اعتراضات مردم حمایت کردن، خیلی خبر درستی از شرایط نگهداریشون وجود نداره که ایشون هم با خطر اعدام مواجه هستن. آقای محمد رضا هدایتی که بازیگر هستن، ایشون بازم جزو هنرمندانی هستن که در ماه گذشته به خاطر حمایت از مردم به دادسرای اوین احضار شدن و یک سال از فعالیت در فضای مجازی منع شدن، که توی تمام این اخبار ما شاهد نقض ماده 3، ماده 5، ماده 9 و ماده 22 هستیم که توی این موادی که من خدمتتون عرض کردم از اعلامیه جهانی حقوق بشر به مسائل مهم مثل حق زندگی، حق امنیت، حق دوری از تبعید، حق اینکه به هر حال انسانی به خاطر اون تفکری که داره شکنجه نشه، آزار نبینه، و همینطور حق بهره‌مندی از امنیت اجتماعی صحبت شده که متاسفانه تمام این مواد نقض شده.
و در خبر بعدی بازم به صورت تیتوار ما سه تا از هنرمندانمون ممنون خروج شدن: آقای علی ضیا مجری تلویزیون، آقای بهرام رادان بازیگر، و آقای محمد بهرانی بازیگر و صداپیشه شخصیت‌های کارتونی که ما اون رو با صداپیشگی شخصیت کارتونی جناب خان می‌شناسیم. این هم آماری بود از کسانی که در ماه گذشته ممنون خروج شدن. به هر حال متاسفانه اخبار خیلی جالب نیست، از بابت اینکه هنرمند به هر حال علاوه بر اینکه وظیفه خودش رو به عنوان هنرمند انجام میده، مسئله ای که هستش اینه که قبل از اینکه هنرمند باشه یک فردی از جامعه هستش و شهروند هستش و حق شهروندی داره و کار خودش رو میکنه. اینکه بخوان به خاطر اون صحبت و اون اندیشه‌ای که داره کارش رو ازش میگیرن یا بازداشتش میکنن یا تحت فشارش میذارن یا ازش اعتراف اجباری میخوان بگیرن به خاطر اینکه شخصیت معروفی هستش و ممکنه تاثیرگذار باشه روی بقیه مردمی که حرفه هنرمندی ندارن، کار انسانی نیست. و امیدوارم که در ماهای آینده ما اخبار نقض حقوق هنرمندان کمتری رو بشنویم. مرسی از زمانی که در اختیار من گذاشتین، میکروفون در اختیارتون. ممنون شما خانم جهانبین برای اخبار. بله متاسفانه تو که میبین اخبار ناراحت کننده و طولانی و زیاده و به امید روزهای بهتر برای کشور. دوستان اگر موردی هست که بخواید اضافه بکنید به اخبار یا کلا چیزی هست که بخواید بگیم که به این بخش مربوط باشه، لطفا با علامت دست راهنمایی بکنید که ما بحثی آزاد بشیم. سخنرانمون سرکار خانم زهرا باجلان با موضوع شهروند خبرنگاران ایرانی راویان مقاومت. خانم باجلان ما کسیار شماست، بفهم. سلام، وقت شما بخیر. بررسی میخواییم بکنیم توی این قسمت در رابطه با شهروند خبرنگارانی که در ایران دارن فعالیت میکنن و تمام تصاویر واقعی رو در خیابانهای ایران در واقع به ما نشون میدن. شهروند خبرنگاری در دنیای امروز پدیده مدرنی است که با پیشرفت علم و تکنولوژی و به صورت مشخص تولید انبوه و در دسترس عموم قرار گرفتن وسایل ارتباط جمعی پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو بسیاری از شهروند خبرنگاران بسیاری شهروند خبرنگاری را محصول مستقیم در دسترس قرار گرفتن ابزارهای چون دوربین‌های کوچک همراه فیلمبرداری، عکاسی، صدا ضبط کن‌ها و کمی جلوتر که میاییم آن را محصول تلفن‌های هوشمند که همه این قابلیت‌ها را یکجا دارند می‌دانند. اما آنچه این روزها در ایران شاهد هستیم، شهروند خبرنگاران در جایگاهی فراتر از این تعریف ساده و محصول خونسای پیشرفت تکنولوژی قرار می‌گیرند. آنها را نمی‌توان صرفاً شهروندانی دانست که به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز در دسترس بودن تلفن‌های هوشمند به ثبت وقایع می‌پردازند، بلکه آنها از نوع خود آگاهی و دانش نسبت به کاری که انجام می‌دهند برخوردارند و شهروند خبرنگاری بخشی از مبارزه آنها برای رسیدن به آزادی است. شهروند خبرنگاران ایرانی نه تنها راوی مقاومت هستند، بلکه آنها در مقابل روایت یک طرفه تحریف شده و مخدوش حاکمیت نیست که از آنها انسان زدایی کرده و کرامت انسانیشان را لگدمال می کند قد علم نموده و روایتی به مراتب واقعی تر بدون سانسور و دستکاری شده از وقایع جاری در کشور ارائه می دهند. آنها اهمیت روایتگری، گزارشگری را به درستی درک کرده و جدا از مبارزه علیه استبداد و سرکوب حاکم بر جامعه و ثبت تاریخ مبارزات خود، از ذات روایتگری به واسطه گزارشگری نیز به مسابقه بخش جدا نشدنی از مبارزه خود استفاده می کنند. مبارزه با روایتی که آنها را عامل بیگانه، اختشاشگر، خس و خاشاک، اراذل و اوباش و امثال هم تعریف می کنند. شهروند خبرنگاران ایرانی
نشان دادند امروز دیگر واقعیت تنها در دستان حکومت یک جانبه و به عنوان مطلق لامتغیر نیست. آنها خود راوی مبارزهشان هستند و روایتگری و گزارشگریشان به بخشی از مبارزه تبدیل شده است. جنگ روایت ها امروز جبهه جدیدی در آزادی خواهی و دیکتاتور ستیزی باز کرده. به گونه ای که اکنون جهان برای شنیدن این صداها از خیابان های سراسر ایران سراپا گوش شده و روایت تحریف شده حکومت دیگر رنگ باخته است. اگرچه حکومت با آگاهی کامل به بی‌اعتباری روایت‌هایش همچنان سعی دارد از روایت خود نه برای بیان واقعیت و کسب مشروعیت بلکه برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کند و اصرار بر پخش اعتراف‌های اجباری از معترضان و خانواده کشته شدگان اعتراض‌های اخیر مثال گویایی از این دست تلاش‌ها هستند. شهروند خبرنگاران ایرانی به یک آگاهی و دانش جمعی خاص برگرفته از تجربه زیسته و کاملا با خودآینی شخصی دست یافتند که آنها را فراتر از تعریف ابتدایی شهروند خبرنگاری قرار می‌دهد و می‌توان با صراحت اعلام کرد که آنها بدون تکنولوژی هم به شهروند خبرنگاری تبدیل شدند که با شیوه های بدیع مبارزه و روایتگری و گزارشگری بخشی از مقاومت و مبارزه آنهاست. آنها لحظه به لحظه به شیوه های مختلف مشغول ثبت روایت و گزارشگری از مبارزات خود هستند. اغلب شهروند خبرنگارانی که فیلم میگیرند روی ویدیوها صحبت میکنند. تاریخ، زمان، مکان در مورد متعددی نیز شرح واقعی که به تصویر میکشند را نیز توضیح میدهند. این نشان می‌دهد آنها از اهمیت اطلاعات تصاویری که به ثبت می‌رسانند و چگونگی کاربرد آنها آگاه هستند. توضیحاتی که شهروند خبرنگاران ایرانی بر روی ویدیوهای مختلف می‌دهند نشان می‌دهد آنها با مخاطب خود آشنایی دارند و می‌کوشند اطلاعات صحیح و دسته‌بندی شده ای را در اختیار این مخاطب قرار دهند. مخاطب آنها از مردم کوچه و خیابان گرفته که توسط رسانه‌های حکومتی در معرض بمباران اخبار خلاف واقع قرار دارند را در بر می‌گیرد تا مردم و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سراسر جهان. شهروند خبرنگاران ایرانی اغلب خود بخشی از معترضان هستند، نه صرفاً روایت کننده یا ثبت کننده وقایع. طیف گسترده و متنوعی از شهروند خبرنگاران وجود دارند. کسانی که فیلم میگیرند، کسانی که عکاسی میکنند، کسانی که اطلاع رسانی متنی به روش های مختلف انجام میدهند، کسانی که با فایل های صوتی اطلاع رسانی میکنند، کسانی که دیوار نویسی میکنند و کسانی که اطلاعاتشان را ناشناس به دست افراد مطمئن میرسانند تا آنها را منتشر کنند. طیف نوظهور دیگری در میان شهروند خبرنگاران کاربران ناشناس شبکه‌های اجتماعی هستند که هیچگاه جدی گرفته نمی‌شوند، اما آنها نیز سهم بزرگی در گزارشگری داشتند و همین دلیل نمی‌توان سهم آنها را نادیده گرفت و شاید بتوان نامشان را شهروند خبرنگاران مجازی گذاشت. هزاران کاربر اغلب ناشناس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با قراردادی نانوشته تصمیم گرفتند هشتگ مهسا امینی را به ترند جهانی تبدیل کنند. آنها حتی این هشتگ را به بیشترین هشتگی که در تاریخ توییتر مورد استفاده قرار گرفته تبدیل کردند و بدون شک آنها بخش جدا نشدنی از شهروند خبرنگارانی هستند که پای کار ایستادند و صدای انقلاب را به مردم جهان رساندند. با چرخ کوتاهی در توییتر همچنان میتوان پیام‌ها و کامنت‌های این کاربران ناشناس را دید که از همدیگر می‌خواهند پیوسته از هشتگ استفاده کنند و نگذارند از ترند خارج شود. جهان بالاخره صدای این هشتگ‌ها را شنید و کار به جایی رسید که اکنون کاربران غیر ایرانی هم از هشتگ فارسی مهسا امینی استفاده می‌کنند و اسم رمز مهسا امینی به زبان مشترک همه تبدیل شده و این مهم کار کاربران خبرنگاران مجازی ناشناس می باشد. برخی از عکس و فیلم ها چنان حرفه‌ای کادربندی و گرفته شدند که در نگاه اول مخاطب احساس می کند یک عکاس حرفه‌ای آنها را به ثبت رسانده.
سرور خبرنگارها با دوربین های ساده موبایل زمانی که عکس میگیرند سوژه را دقیق میشناسند، کادر را میشناسند، المان های مهم مانند جمعیت نمادها را میشناسند و در تصویر میگنجانند. لحظه شناسی در گزارش های شهرور خبرنگاران ایرانی کاملا پیداست. آنها معمولا ویدیوهای کوتاه زیر یک دقیقه میگیرند و منتشر میکنند. این کار علت دارد تا به دلیل سرعت پایین اینترنت بتوانند آن را به راحتی ارسال کنند، اما در همین ویدیوهای چند ثانیه‌ای لحظه درست یک واقعه را به تصویر میکشند و همین چند ثانیه برای اطلاع از وقایع جاری جاری در جریان اعتراض ها کافی است. حکومت جمهوری اسلامی ایران کنترل کامل رسانه اعم از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت ها را در اختیار دارد. برای محدود کردن گردش اطلاعات هم در سالهای گذشته به ایجاد اختلال و قطع کردن اینترنت روی آورده. اما این همه ماجرا نیست. شهروند خبرنگاران ایرانی با مجموعه ای از اپلیکیشن های ناامن و بدافزارها هم روبرو هستند که خطر شناسایی یا هک شدن دستگاه های آنها را به همراه دارد. به همین جهت شهروند خبرنگاران در ایران از هر فرصتی استفاده می کنند و با روش هایی چون ضبط صدا، نوشتن آنچه که رخ داده و آنها رویت کردند یا از طریق شخص سوم که چه باید گزارش شود را به اطلاع عموم رسانه ها می رسانند. در بسیاری از موارد اما آنها در دل حادثه خطر می کنند. به گزارش دادن می پردازند زیرا از اهمیت کاری که انجام می دهند و خطری که آنها را تهدید می کنند کاملا آگاهند و به همان اندازه از اهمیت اطلاع رسانی درباره آن از این رو از دست از گزارشگری بر نمی دارند. بیراه و غلو نیست اگر در مواردی شهر و خبرنگاران ایرانی را با خبرنگاران جنگی مقایسه کنیم. خبرنگاران جنگی به واسطه حضور و نزدیکی به میادین جنگی با خطر مرگ به وسیله برخورد گلوله، خشونت نیروی نظامی، انفجار و در عین حال مواردی از این قبیل روبرو هستند. شهروند خبرنگاران ایرانی هم در چنین شرایطی به سر میبرند. نیروهای امنیتی سرکوبگر با سلاح‌های کشنده و جنگی به مقابله آنها می‌پردازند و هر لحظه امکان مورد هدف قرار گرفتن آنها وجود دارد. در موارد متعددی اغلب در کشورهای غربی شهروند خبرنگاران از امنیتی نسبی هنگام ثبت یک واقعه برخوردارند و تهدید جانی مستقیم متوجه آنها نیست. این به معنی بی‌ارزش کردن کار آنها نیست، اما شهروند خبرنگاران با وجود اینکه کشته شدن و به خون کشیدن همقطاران خود را به چشم می‌بینند، آتش گلوله نیروهای امنیتی را می‌بینند، صحنه رو بودن زنان معترض در روز روشن و انداختن معترضان پشت صندوق عقب خودروها را نگاه می‌کنند، باز به این کار ادامه می‌دهند و اینجای شگفتی دارد. شهروند خبرنگاران ایرانی حتی در داخل حریم خصوصی خانه‌های خود نیز از امنیت برخوردار نیستند. در یکی از ویدیوهایی که مربوط به اعتراضات در شهر کردنشین بوکان است، نیروهای امنیتی به شهروندی که همراه کودک خردسالش در پشت پنجره مشغول فیلم برداری بود تیراندازی کردند. با وجود آگاهی از چنین خطراتی، شهروند خبرنگاران ایرانی همچنان به گزارشگری از داخل خانه تا این لحظه ادامه دادند. در مثال دیگری شهروند خبرنگاران نقش برجسته و مهمی در حمله به دانشگاه شریع و اطلاع رسانی درباره آن داشتند. 11 مهر 1401 دانشگاه صنعتی شریف توسط نیروهای بسیج و یگان ویژه محاصره و دانشجویان مورد حمله قرار گرفتند. زمانی که نیروهای امنیتی با موتور دنبال دانشجویان بودند و آنها را به پارکینگ دانشگاه فرار می‌کردند، با این حال یکی از دانشجویان در قامت شهروند خبرنگار مشغول ثبت این وقایع بود و یکی دیگر از حاضران صدایش شنیده می شود که می گوید فیلم بگیر و این نشان می دهد همه آنها در چنین موقعیت پرمخاطره ای از اهمیت گزارشگری و ثبت وقایعی که در پشت درهای بسته دانشگاه جریان داشت آگاه بودند. در ویدیوی دیگری از اعتراض‌های دانشگاه شریف یک زن شهروند خبرنگار در حالی که در مقابل چشمانش نیروی امنیتی در حال بازداشت یک جانشجو به شکل بسیار خشونت‌آمیز هستند و
و در حالی که لباس او را روی سرش کشیده و به صورت برهنه قصد دارند او را به بازداشتگاه منتقل کنند. این شهروند از آنها فیلم می‌گیرد و توضیح می‌دهد تا اینکه نیروی امنیتی متوجه می‌شود و با گلوله ساچمه‌ای یه تفنگ پیتبال به سمت او تیراندازی می کند که در نتیجه شیشه خود روش می شکند و بعد تصویر قطع می شود. این نشان می دهد که شهروند خبرنگاران تا چند اندازه با آگاهی از خطراتی که آنها را تهدید می کند سعی در ثبت وقایع این مثال ها به عنوان مشت نمونه خروار دارند. این شهروند خبرنگاران به هر روشی که شده می خواهند صدایشان را برسانند. یکی از ویژگی های شهروند خبرنگاران ایرانی و شیوه روایتگری آنها فلسفه مداخله گری در روایت است، اما نه به این منظور که قصد تغییر یا تحریف روایت را داشته باشند، که برعکس قصد دارند روایت زندگی، مقاومت، دادخواهی و مبارزه خود را از سه زاویه مهم روایتگری، یعنی زاویه دید، چگونگی روایت و زمان روایت تعریف کنند. گزارشگرهای ایرانی در بحث ماجرا حضور فیزیکی دارند و به راحتی می توان رد حضور، نگاه، احساس، هیجان‌های آنها را دید و لمس کرد. گزارشگر علاوه بر بازتاب دادن وقایع بیرونی با اشراف کامل به بازنمایی واقعی از زبان خودش نیز می پردازد. اگرچه خود را در مقام دانه کل قرار نمی دهد بلکه به عنوان بخش جدا نشدنی از بدنه کل مردم گزارش می دهد و خود را جدا از واقع مبارزه اعتراض و روایت تعریف نمی کند و با سوژه‌ای که در حال ثبت گزارش آن هستند همراهی، همصدایی و همدلی تام دارند. شهروند خبرنگاران ایرانی مداخله گرانی حق طلب در روایت هستند. روایتی و گزارشگری آنها بخشی از مطالبه گری و دادخواهیشان نیز به شمار می آید. دادخواهی برای همه سرکوب ها و جنایت هایی که صورت گرفت و جدا از حال حاضر در آینده نیز به عنوان مستندات جنبش روشنگری و دادخواهی ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به بیان ساده تر آنها در روایت حاکم مداخله می کنند تا مطالبه به حق خود را پیش ببرند و تاریخ مقاومت و آزادی خواهی را از زبان و نگاه خودشان ثبت کنند. در نهایت باید گفت شهروند خبرنگاران در ایران شامل گروه ها و طیف های مختلفی هستند که هر کدام گوشه ای از مسئولیت اجتماعی خود را در این برهه تاریخی ویژه به عهده گرفته است و سعی دارند به بهترین نحو ممکن آن را انجام دهند. شهروند خبرنگاران ناشناسی که ممکن است ما هیچ وقت اسم آنها را ندانیم، اما در هر حال ثبت وقایع یکی از مهمترین جنبش‌های اعتراضی و پیش روی جهان هستند. مرسی که این زمان رو من دادین و واقعا من فکر می‌کنم که بچه‌هایی که توی ایران با دوربین، موبایل یا هر اون چیزی که دارن این وقایع رو ثبت می‌کنن بسیار زیاد شجاع، جسور و از خود گذشته هستن و ممنونشونیم. مرسی. ممنون از شما خانم راجانا. اول تشکر کنم برای موضوعی که انتخاب کرده بودیم. خیلی خیلی عالی و خوب بود. موضوعی که کمتر داشت در این حد پرداخته شده بود. مرسی از شما. بله واقعا همطور که میگیم باید از تک تک مدامه که اینشون رو دارن به خطر میذارن تشکر کنیم و از این حرکت بزرگی که انجام میدن واقعا صمیمانه قدردانی کنیم. خانم جهانی مرسی. من اول تشکر میکنم از خانم باجلان بابت موضوع خوبی که انتخاب کرده بودن، اما در خلال صحبتشون من بیشتر درک میکردم این صحبت رو، چون که همیشه این مسئله شهروند خبرنگار به نظرم وجود داشته و الان خیلی بیشتر داریم میبینیمش. یعنی همیشه توی سالهای گذشته ما میدیدیم که اگر مشکل یا موزل محیط زیستی هستش، این فیلم توسط صرفا یک خبرنگار یا یک روزنامه نگاری که شغلش اینه منتشر نشده، در مورد یعنی توسط مردم همون محله بوده یا همون منطقه بوده، یا اگر کودک همسری اتفاق افتاده، تجاوز یا قتل اتفاق افتاده،
یعنی همیشه، حالا به هر دلیلی، به خاطر سانسور، به خاطر خفقان، به خاطر هر چیزی که بوده، صرفا خبرنگارا و روزنامه‌نگارای ما توی اون صحنه حاضر نبودن و خیلی از این اطلاع رسانی هایی که انجام شده واقعا توسط همین شهروند خبرنگارا بوده و تا الانی هم که ما میایم که مردم توی اعتراض هستن، خیلی واقعا شاید بشه به جرئت گفت 95% از این اطلاعاتی رو که ما داریم میبینیم واقعا خودجوش توسط خود مردم هستش، بدون اینکه هیچ در واقع مسیری بهش داده بشه یا توسط یک گروه خاصی باشه. این خبرهایی که مثلا فرض کنید منتشر شد که از آمبولانس های بیمارستان ها یا از ماشین حمل محصولات غذایی برای جابجایی بازداشت شده استفاده میکنن، این واقعا توسط خود مردم منتشر شد. یا قبلتر از اون ما میدیدیم که توی مترو یا وسایل نقلیه عمومی وقتی که یک بانوی رو یا یک خانومی رو اذیت میکردن، حالا به خاطر حجابش به هر حال یه بی‌حرمتی بهش میشد، باز هم توسط خود مردم عادی به صورت یواشکی فیلم گرفته میشد و این منتشر شد. یا ما حتی یه کمپین داشتیم در مورد دوربین ما، اسلحه ما. من اصلا کاری ندارم که این کمپینه از کجا سرچشمه میگیره و توسط چه گروهیه، با اثرش کار دارم، اینکه این اثرش واقعا توی جامعه دیده شد و واقعا این دوربین شد اسلحه بانوان و تونستن خیلی جاها از خودشون دفاع کنن، خیلی وقت خودشون رو نجات بدن و این مسئله شهروند خبرنگار واقعا توی جامعه ما، توی کشور ما به خوبی قابل لمسه. شاید حالا برای خیلی از کشورهای دیگه خیلی قابل لمس نباشه، به خصوص کشورهای تراز اول، ولی برای کشور ما با توجه به مسائلی که هستش و با توجه به اینکه خبرنگارا و روزنامه‌نگارای ما خیلی آزادی عمل ندارن، همین مسئله شهروند خبرنگاری خیلی به افزایش آگاهی ما کمک کرده. مرسی، میکروفون در اختیارت. بازم هم واسه قابل توجه چونه که بقید شما خودش این اتفاقا دارم انجام میفته و انگار مردم یک وظیفه رو پیش خودشون حس میکنن که باید چیزایی که میبینن با بقیه مردم دنیا و حتی تو کشور خودشون به اشتراک بذارن و این اتفاق خوبی رو رقم میزنه که برای ماهایی که اینجا و از اخبار داخلی دوریم و فاصله داریم و حالا با سانسور و هزار یک کم و کسری به دستمون میرسه، وقتی اینا رو میبینیم تازه متوجه میشیم که داستان دقیقا از چه قراره. خانم رضا من بفهمید. درود عرض ادب برام خدمتتون، خسته نباشید. مرسی از خانم باجران، بخاطر موضوع خیلی خوبی بود. موارد بیشتر رو خانم جهامی خیلی خوب توضیح دادن. من فقط میخوام چند تا نکته رو بگم. در گذشته خبرنگاری خب یه شغلیه که تحصیلات دانشگاهی داشته، هنوز هم داره. حالا آیتمایی که داره، مواردی که از تخصصی که باید داشته باشه. زمانی که حالا این شبکه ها جدا از اون موبایل هایی میاد که دوربین دارن، شاید قبلا شما میدیدید افراد تصادف میکردن و همه شروع دوربین به دست بودن و همه میگفتیم چه کار زشته که همه فقط شروع میکنن دوربین به دست میگیرن. و از یک زاویه دیگر وقتی اتفاقی توی کشور میفته، مهم نیست ایران باشه، اسرائیل باشه، فلسطین باشه، آمریکا باشه، خبرنگاران داخلی و خارجی با توجه به اون تخصص شما، میدونیم خبرنگاران بدون مرز داریم، نه، میرن و اونجا شروع میکنن گزارش تهیه میکنن. به طب بیشتر کشورهای مجوز رو میدن، دارن، اما حداقل میدونیم بعضی از کشورها مثل چین، مثل کره، مثل ایران این مجوز به خبرنگارهای خارجی نمیدن و داخلی هم این مجوز رو ندارن و موانع زیادی سر راهشونه و به طب اونها یا حالا کاری ندارم از شغلشون میترسن یا واقعا زندانی میشن، این موارد هست. اما اون خبرنگارهایی که به صورت خودجوش و همه به عنوان یک چیز عجیب و غریبی که دوربین به دست از همه چی فیلم میگرفتن، حالا تو چین نشون میده معلم شاگرد رو میزد دوربین به دست، همه فیلم میگرفتن و جرئت نمیکرد، میاد وسط. حالا فقط این نیست برای حکومت‌هایی که مثل حالا دیکتاتوری که وجود داره، چه ایرانش باشه، چه چین، چه کره، اینها مانع هستن و واقعا میشه گفت یه جورایی کارشون رو سخت میکنن، حتی برای دولت‌هایی که دموکراسی ادعا میکنن دارن، حتی تو کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن اینا براشون معضله و نمیتونن لاپوشونی بکنن. واقعا اینجاست که نقششون خیلی خیلی پررنگ میشه.
و مقابل اونها دیگه از خودشون نمیتونن در واقع هر آنچه که میخوان پنهان کنن. خب ما تو فیلم ها زیاد دیدیم خبرنگار رو به خاطر اینکه یه چیزی رو افشا کرد دستگیر میکنن، زندان میکنن، هیچ کسی هم با خبر نمیشه. حالا یه چیزایی هست، ولی نقش اینها که دیگه خانم جهانی خیلی خوب توضیح داد، الان تو قضیه ایران برای ما خیلی بیشتر مشهور شد و دنیا چون جهانی شد، به خصوص که الان دیگه اومدن و بهشون آیتم های هم دادن که این قالب باشه، دومتو به این شکل نگه دارید، دیگه یاد گرفتن همه تاریخ فهمیده دیگه، تاریخ رو میگن، نمیدونم زمانش رو ادام، یعنی دیگه متوجه هستن خودشون واقعا مثل یک خبرنگار شکلش عوض شده دیجیتالی و شکل متی چغلیه، نمیدونم اسمش، یه هنر جدیدی به وجود اومده. حالا سوای از اینکه اون دیجیتال کمک کرده، یه ایده ایجاد کرده خلاقانه و حوادثی هم که اتفاق افتاده به این از این در واقع ابزار الکترونیکی اینها کمک کرده که مردم بدون اینکه دانشگاه برن، بدون که تخصصش رو داشته باشن، وارد این عرصه بشن. چه بسا بعدها هم حالا باز یه ایده های دیگه تخصصی تر، کارهای دیگه تو این زمینه، خلاقیت های دیگه در این زمینه انجام میشه، ولی فعلا توی حادثه های بحرانی کشور کمک خیلی خیلی بزرگی بوده و واقعا بعد بهشون تبریک و بعد تحسینشون کرد، چون شجاعت هم میخواد. همینا که خانم باجلان هم چند تا مثال زدن که تو این راه کشته شدن، با این حال بازم مردم دوربین دست این کار رو انجام میدن. من یه چند جا دیدم که میگفتن چرا فقط دوربین میگیرید، برید جلو، جلو هم برید، مانع هم بشید. درسته، اما حتی اگه اون دوربین هم نبود ما از اونم با خبر نمیشدیم. اما ممنونم، من مایک رو رها میکنم. ممنونم ازتون، من خیلی طولانی نمیکنم، مرسی که مشارکت کردیم، ولی من احساس میکنم پررنگ شدن این اتفاق در ایران به خصوص در این اتفاقهایی که میفته همیشه از جایگاه خلأ میاد، یعنی انسانها جایی رو که خلأ توش هست و جایی رو که از نظر فشارهای متعددی بهشون وارد میشه سعی میکنن اون حفره ها رو پر کنن. ایران انقدر در معرض رواج دروغ از سمت حاکمیت بوده، انقدر خبرنگاران یا حکومتی بودن یا اگر به شکل فردی خبرنگار بودن انقدر مورد سرکوب قرار گرفتن که الان بچه ها به قول خانم جهانبین یاد گرفتن، به قول خانم رضاوند حتی کادر رو، حتی تمام مسائلی رو که یک خبرنگار رعایت میکنه رو یاد گرفتن تا واقعیت ها رو بگن، تا دیگه دنیا نیاد چیزهایی رو که از جمهوری اسلامی میشنوه یا از هر دیکتاتوری دیگه ای اون رو بخواد رواج بده. چون من یادم سال 88 یا حتی 98 ایران بودیم خیلی سخت بود وقتی که انقدر به این شکل گسترده نبود سال 88 فضای مجازی و شهروند خبرنگارها خب به هر حال به تب کمتر بودن و چیزهایی مخابره شد و چیزهایی پخش نشد و تصاویری ثبت نشد و ما به چشم دیدیم که تا همیشه جای افسوس داره و بسیار خوشحال کننده است این اتفاقی که الان رواج پیدا کرده. مرسی. ممنون شما. بله دقیقا همینطوره، خیلی خوشحال کننده، خیلی پیشرفته همچنان که اشاره کردیم، چون چیزی که الان یادم رفت گفتیم با توجه به اتفاق سال 80 داره واقعا ما نداشتیم. حالا شاید این تکنولوژی نبود، مثلا من خودم به شخصه من سال 80 اسمارت فون نداشتم که اصلا چنان دوربین داشته که چه معمولی داشت، خیلی هم موقع اینجوری بودم و این اتفاق اصلا شاید جا نیفتاده بود هنوز اون موقع توی ایران که میتونی یه همچین کاری هم بکنی و حالا با چندین رسانه های خارج از کشور یا آدم هایی که اینفلوئنسر هستن و تاثیر گذار هستن به اشتراک بذاریم تصاویر، فیلم ها یا صدایی که منتشر شده. ولی به نظر من که خیلی اتفاق خوبیه، یعنی چیزی که باعث تداوم، مخصوصا چون اینو بگم چیزی که باعث تداوم این خیزه شده تا الان، شاید یک بخشش برمیگرده به همین موضوع، اینکه مثلا از اتفاقاتی که توی شیراز میفته ساکنین تهران با خبر میشن، خب اینا از همدیگه حمایت میکنن، پشت همدیگه در میان و اینجوری متداول میشه این اعتراضات. به نظر من واقعا خیلی
میشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد که خیلی نکته مهم و حمایت کننده میتونیم بگیم باشه بوده از اتفاقات داخلی ایران. موضوع دیگه اگه هست که بخواهیم روش صحبت بکنیم میشنویم، اگر هم حمایت هستیم این سراغ بحث آس. بازم من تشکر میکنم از خانده مازونم برای این انتخاب موضوع شدید. بحث آزاد رو در مورد حق اعتراض هنرمندان در کنار یا مقابل مردم. چیزی که من داشته کردم میشه شاید بشه این موضوع رو با دو تا حق در واقع بررسی کرد. هم این حق اعتراض رو بررسی کنیم، هم در کنارش حق انتخاب رو بررسی کنیم. حق انتخاب خود یکی از حقایی که وجود داره و هست و نمیشه منکرش شد. اما بیاییم راجع به بازیگران، هنرمندان، حالا به صورت کلی تر هنرمندانی انسان هایی که در زمینه هنر فعالیت میکنن و تاثیرگذار هستن در جامعه، حالا دنبال کنند های زیادی در انسان های مشهوری هستن. به هر صورت اینها همچنان که تا الان میدونید که این دنبال که یک قشری از هنرمندان در کنار مردم قرار گرفتن، یک قشری از مردم هم در مقابل مردم قرار گرفتن. شاید من یکی از سوالا میگه که نظر شما به عنوان مثلا شخصی که دنبال کننده یا طرفدار یا فانی یک هنرمند یک بازیگر هستید و یهو میبینید که اون هنرمندی که شما همسا دنبال کنندش بودید طرز فکر دیگری رو دنبال میکنه یا حامی ایده ها و نظرات یا اعتراضات شما نیست، برخوردتون چیه؟ یا حتی میتونم اینجا بگم که توقع ما از آدم ها و هنرمند هایی که با حق انتخابشون این رو انتخاب کردن چیست و برخورد ما باید با این گونه یا این دسته از هنرمند ها به چه صورت باشه؟ خانم جوامی بفهم. مرسی خانم دژم. واقعیتش برای خود منم همین سوال وجود داره، به خاطر اینکه به خصوص توی جریان اعتراضاتی که هستش، خب تکلیف هنرمندانی که در کنار مردم هستن مشخصه، به خاطر حالا از اون محبوبیتشون برخوردار هستن، اون حمایت رو از مردم میگیرن و این مسئله نیست. فکر میکنم عمده مسئله سر هنرمندانی هستش که در مقابل مردم قرار میگیرن. حالا این به قول شما اگر که بخوایم از دید حق انتخاب بهش نگاه کنیم، پس ما به عنوان یک شهروند عادی شاید اگه بخوایم مردم هم تعریف بکنیم، شاید خیلی واقعیتش نباید وارد صفحات مجازیشون بشیم و بهشون فحاشی بکنیم یا بهشون صحبتی بکنیم، چون انتخابش اینه. اما اگر که حالا یه دیدگاه دیگه این هستش که این هنرمند اگر که هنرمند شده به خاطر این مردمه که هنرمند شده، به خاطر این حمایتی که از مردم دریافت کرده هنرمند شده، به این مرحله و به این درجه رسیده، پس الان هم باید در کنار مردم باشه. یعنی کاملا یه بحثیه، یه جویه که خیلی دوگانه است. یه سری ها حالا بی تفاوت هستن، میگن که انرژی برای اینجور آدم ها نباید بذاریم و مهم نیست و کار خودشو بکنه. یه سری ها هستن که نه، میگن که این به خاطر مردم به اینجا رسیده و باید از این تریبونی که دستشه به نفع مردم استفاده بکنه و میبینیم که خیلی انتقاد میکنن، حتی فحاشی میکنن، یه سری کارهای خیلی عجیب غریب میکنن. و یه سری های دیگه هم که میگن که خب این حق انتخابشه، ما میتونیم از اون شخص دیگه حمایت نکنیم، میتونیم دیگه بهش اعتبار ندیم و اون شخص هستش که به خاطر انتخابی که کرده پای انتخابش باید وایسه و در آینده هم انتظاری از مردم نداشته باشه. من هم مثل شما خیلی دوست دارم نظر دوستان رو بشنوم، ببینیم که به چه جوابی میرسیم. مرسی. ممنون شما. آره حتما داشتم اول خانمی باجلان هستی که بارم کردم. مرسی از شما.
این بحث خیلی این روزها، یعنی از روز از هفته های فکر کنم دوم و سوم مطرح بود که جای هنرمندا کجاست. هنرمندان من از یک نگاه دیگه بهش نگاه کنم، چون این سوال برای هممون هست، یک نگاه دیگه بکنیم که هنرمند رو یک شهروند ببینیم و یک انسان و از جایگاهی که درسته هنرمندان یک هنری داشتن که صرفا برای بعد از اینکه مردم از اون هنر اونها خوششون اومده و اون هنر رو دوست داشتن و اونها رو دنبال کردن، این هنرمند هنرمند بزرگی شده. ولی خب باید در نظر بگیریم که یک تلاشی هم برای این هنر در واقع داشته. حالا نگاهی که من میخوام بکنم امروز اینجا بهش اینه که اگر اون رو یک انسان در نظر بگیریم و فکر بکنیم که آدم ها ظرف های متفاوتی دارن، ببینید این واقعیته، بعضی ها واقعا حتی اگر اون هنرمند هم نباشن میترسن. ببینید جایگاه ترس رو نباید نادیده بگیریم. این همیشه هنرمندان حکومتی که جایگاهشون مشخصه، ما خیلی وقتا هم راجعشون صحبت کردیم، یک هنرمندهای مردمی هم داریم که صحبت کردن و عواقبش هم به هر حال براشون پیش اومده. برای جایگاه ترس رو و جایگاهی که همه آدم ها یک سری از کارها رو نمیتونن انجام بدن هم به نظر من باید برای هنرمندان هم در نظر بگیریم. یعنی حتما کسی که حرف نمیزنه، خواهم بگم که حکومتی نیست، حتما کسی که چیزی نمیگه دلیل بر این نیست که ناراضیه. درسته خوشایند نیست که این شکلیه، خوشایند نیست که کسی ریاکشنی نداشته باشه، ولی به هر حال باید فکر بکنیم به این که یه آدمی با تمام هویت ثبت شدهش و خانوادهش و تمام مسائلی که پشتش هست میخواد صحبت کنه و همه آدم ها این جایگاه رو و این جسارت و شهامت رو ندارن که از تریبون هایی که دارن استفاده کنن. خوب و بدش نمی کنم، فقط یک نگاه که از این زاویه همیشه به اون هنرمندی که باز یک انسان هست و ضعف های خودش رو داره هم نگاه کرد. مرسی. ممنونم. شما یه باب دیگر هم باز کردیم و خوب باشه اشاره کردیم، این که خب راست بیما با هنرمند میکنم یه سری هنرمندان که از اول یا اصلا از همیشه حامی مردم بودن که اونا هم با سرزی بهشون روشنه. یه سری هنرمند هم داریم که باری به هر جهت هم، یعنی هر باری که به مرکشون باشه برای انتخاب میکنم، با اونا هم کار نداریم. ولی یه سری هنرمند هستن که همیشه از این چیزای اوکی مثلا در کنار مردم بودن رو همیشه دیدیم، ولی این تایم رو به خصوص دارن هیچی نمیگن، به تردید دارن که سکوت کن راجب اونا حرف بزن. خانم زاوند عزیز بفرم. خیلی ممنون. خیلی توی اینستا اینجور جاها من زیاد در ارتباط با اینا صحبت ها گوش کردم، یعنی خوندم کامنت های زیادی. ببینید دو حالته، هنر رو به عنوان شغل بده خود هنرمندا حتی بهش نگاه میکنم، شغل منه چه کار دارید، منم مثل یه کارمند. و از یه طرف هنرمند یک حالت الگو برای جامعه، یعنی جامعه طرفدار داره. بنابراین من خیلی به این جهت نگاه بهش نمیکنم فقط به عنوان یه شغل بر اون. فرق نمی کنه هنرمند بازیگر باشه، خواننده باشه، یا فوتبالیست باشه، هر چی که وقتی طرفدار پیدا میکنه الگوه، یک گروهی پیروی میکنن ازش. بنابراین نقشش خیلی مهمه، چه از نظر اخلاقی، رفتاری، کارهایی که انجام میدن، مثل حالی کسانی که مثل خواننده ها یا کسایی که تو ترکیه این برمن میبینید هر حرکتی دلش میخواد طرفدار داره، حتی اگه غیر اخلاقی باشه. مهمه نقشش، نمیتونه بگه به کسی ارتباطی نداره. دوم یه چیز دیگه که هست، چرا به قول شما یه عده‌ای حالا اینها میان، خب به قول شما سلبریتی های حکومتی هستن، تکلیفشون روشنه، راه خودشون انتخاب کرده و یه گروهی هم هستن حمایت میکنن، مثل فرض کن علی دایی، موارد این شکلی، آقای کریمی، یه دم سکوت میکنن. اینایی که سکوت میکنن چند تا حالت داره. یه نمونهشو خانم باجران فرمودن، از نظر شخصیتی آدم‌های طوری هستن که شهامت رو ندارند. دومین گروه، گروه هایی هستن که
این رو من بین چندی موردش رو گوش کردم، شنیدم و خوندم دربارهشون، حرکاتی میکنند، حالا میخواد که از نظر جامعه مورد پسند نیست، حالا اختلاس میکنن، کارهای غیر اخلاقی دارن، یه آتوی دست اون حکومت دارن. یعنی زرنگ بعضی حکومت ها میان یه آتوی از گروه هایی که طرفدار دارن میگیرن، زمان مناسب خب به اون تورنمنت طرفدار داره دیگه، مشهوره، شاید اگر از من یه چیزی ببینن نهایت چند نفر دور و برم محله رو بتونم جامو عوض کنم، ولی یک فوتبالیست، یک بازیگر نمیتونه، خیلی براش مهمه وجهش رو حفظ کنه. اون وقتی که اون آتو رو میذارن جلوش، یا با مایی یا سکوت میکنی، اینها مجبورن یا سکوت کنن یا طرفدار بشن. این رو هم باید در نظر بگیریم، حتی اگر مخالف باشه، بعد به شدت هم چه چاره‌ای هم نداره، کارهایی رو کرده که اصلا تو عرف جامعه نیست، مورد پسند نیست، و بعد اونها از اون آتو استفاده میکنن. اینه که تحت فشار میشن و یه گروه دیگه هم به اون شد. اما اینکه بیایم بگیم حالا اینها نه نقشی ندارن، کار خودشونه، اینا رو من اصلا موافق نیستم، اینها الگوین توی جامعه، به خصوص جوونا ازشون پیروی میکنن، خوب و بعدشون تشخیص نمیده، اینکه خیلی نقششون مهمه. ولی این دو گروه رو من میتونم بگم که هم یه موردم خانم باجلان فرمودن، نمیدونم واقعا با اینجا، ولی این فحاشی که خانم جهانی فرمودن کاملا موافقم. کافیه شما نمیدونه به چه صورته، کافیه طرد کنیم دیگه، حمایت نکنی، حتی اون کسی که سکوت میکنه در شخصیتی ضعیفه، خب پس من دیگه اون رو حمایت نمیکنم، آنفالوش میکنم دیگه، کنسرتاشو نمیرم، بازیاشو نگاه نمیکنم. خود اون بزرگترین درسه، این از نظر فرهنگی هم این خودش بزرگترین پاسخی که میگن تو آدم ها میشه داد. بعد حالا ببینم شغلش هست یا نه. مرسی. دقیقا خانم، من خود به نظرت موافقم، این که بایکوت کردن اینجور آدم ها در این مواقع به نظر من بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. حالا اینکه مثلا ناسزا بهشون بگیم، شاید چه میدونم از زمان در یا به گفته خود خانم جهانی کاری که از آدم انرژی میگیره و اینا، ولی میتونیم واقعا آدم ها آفالو کنیم و دنبالش نکنیم و کارهای اثر هنریش هم واقعا دنبال نکنیم و ببینیم که آینده چه چیزی واقعا برای اون فرد رقم میزن، چه اتفاقی میفته، آیا هنوز این جایگاه ثابتش خواهد داشت یا خیر. خانم جلیلی با همه درود، دوستان خسته نباشید همگی. من میخوام نظرم رو راجع به این بگم که تا حالا چجوری فکر میکردم راجع به حمایت هنرمند و توی مسئله. اول از همه این که هر هنرمندی رو دیدم که حمایت کرد واقعا تحسینش کردم قلبا. اما در مورد اون هنرمندایی که حالا سکوت کردن، یا من راجب اونایی که مخالفت کردن اصلا صحبت نمی کنم، راجب اونایی که سکوت کردن میخوام صحبت کنم. یه چیزی که همیشه من بهش فکر کردم این بوده که به هر حال تو این دوره حکومت جمهوری اسلامی تو این 40 و چند سال اکثر این هنرمندایی که کار کردن امکان نداره که به هیچ عنوان و هیچ کدومشون به قول معروف اون صابون ارشاد بهشون نخورده باشه، یعنی یا حالا فیلمی توقیف شده یا کارشون یا سانسوری صورت گرفته یا ممنوع تصویر شدن یا ممنوع کار شدن، هرچی مجموع تمام این اتفاقایی که برای بسیاری از هنرمندا درصد خیلی زیادی افتاده. من میخوام بدونم که خب با توجه به اینکه این اتفاق براشون افتاده، چرا از خود جامعه هنرمندان به خاطر کاری که اتفاقی که برای خودشون افتاده در واقع اون مانعهایی که براشون درست کرده جمهوری اسلامی برای حالا پیشرفت کارشون یا فیلماشون یا هر چیزی که الان مثال زدم، چرا بیان یا اعتراضشون رو به این نحو انجام ندادن؟ حالا خب یه چیزی هست، میگیم مثلا تو خیابون مردم رفتن نمیدونم زد و خوردی بوده، کشت و کشتاری بوده، حالا دو طرف اگه بخوایم در نظرم بگیریم، اوکی میترسن برن، میترسن این کار بکنن، اما از حق خودشون به عنوان یه هنرمند که میتونستن دفاع کنن، اعتراض به این مسئله که میتونستن، خب این خودش باعث میشد که حتی پرانتز باز کنم
نسبت به هنرمندانی که تو این دوره اعتراض کردند و بازداشت شدند، ما میبینیم درصد خیلی کمی از هنرمندان اومدن و حمایت کردن از همسنفی خودشون، همکارای خودشون. این یعنی یه چیزی بود که حداقل مثلا من خودم به شخصه انتظار داشتم که اونا از کسایی که توی یه خط دارن کار میکنن و هنرمند هستن حداقل یه دفاعی از این لحاظ داشته باشن. مرسی، ممنون که مایکو ببینید. با سلام به همه، من هم میخواستم این رو بگم که من متاسفانه یا خوشبختانه الگو شدن بازیگران، حالا هنرمندان، خیلی زیاد ببخشید خیلی روی رفتار مردم، حتی اعتراضهای مردم تأثیر گذاشته توی این تا به امروز. همونطور که دیدیم ترانه شروین چقدر مردم رو به شعف، به واقعا برای اعتراض یه نوع واقعا یه انرژی شد برای اعتراض مردم، چه در اینجا چه در ایران. و به نظر من بله، این که ما بگیم که وظیفه هنرمند نیست، نه، به نظر من اونها الگوی مردمن و باید برای مردم کاری بکنن. اما اینکه بگیم آره فوش بدیم و به خاطر اینکه اونها طرفدار مردم نیستن، بعضی هاشون البته هستن و بعضی هاشون که نیستن، نمیتونیم با فوش و با حالا رفتارهامون یا کارهایی که مثلا فوش بدیم و ناسزا بگیم، نمیتونیم اونها رو برگردونیم به سمت متاسفانه به مردم، و این فقط داریم خودمون آزار میدیم. به قول شما آنفالو کردن بهترین چیزه، بهترین صدمه رو میتونه به یه هنرمند بزنه. و متاسفانه ما چند تا گروه، حالا چند تا گروه داریم، بعضی از روی ترسه که خب واقعا ترس هم داره، اما بعضی ها، من همیشه از این ناراحتم که بعضی ها واقعا طرف این حکومت رو میگیرن و اعلام به راحتی و سادگی توی حالا تریبون ها، توی دوربین و تلویزیون، اینها خیلی راحت طرفدار حکومت هستن و این خیلی آزارم میده. اینکه سالها همین مردم، همین جوانهای ما به اونها قدرت دادن، یعنی کارشون رو واقعا به بهترین جا رسوندن، حالا به راحتی بدون اینکه حتی یک لحظه به حس پشیمونی بهشون دست بده به طرفدار حکومت هستن و این واقعا آزاردهنده است. اما اینکه ما چه کاری میتونیم به غیر آنفالو کردن، مثلا آره هیچ کاری نمیشه، از دست ما کاری بر نمیاد. و اینکه امیدوارم روزی برسه که مردم همه، هنرمندها همه، این واقعیت رو بپذیرن که باید در کنار مردم باشن. زمانی که ما داریم خیلی از جونشون میگذرن، خیلی بده که یکی به خاطر نفع کاری واقعا طرفدار حکومت باشه. مرسی از اینکه گوش کردین. ممنون از شما خانم محمدی برای مشارکت. خانم جهانی بفرمایید. مرسی. اول من فکر میکنم در کلمه، در واقع تعریفمون از مردم، شاید تفاهم نداریم با کسانی که حالا هنرمندانی که حکومتی هستن یا هنرمندانی که در مقابل مردم هستن. شاید در تعریف کلمه مردم ما با هم تفاهم نداریم، یعنی اون چیزی که ما به عنوان مردم میگیم، به عنوان غالب مردم میگیم، شاید اونا تعریفشون چیز دیگه است. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این که
من فکر میکنم حالا به صورت کلی اگه بخوایم نگاه کنیم بر اساس اون چیزی که وجود داره، ما میتونیم هنر رو به دو شاخه اصلی تقسیم کنیم. یکی هنر برای مردمه، یکی هنر برای هنری که ما به عنوان مکتب پارناسیسمون رو میشناسیم. یعنی هنر برای هنر چیزی که اصلا آغشته به حالا اون سود و منفعت انسانی نباشه و کاملا از هنر برای خود هنر و به خاطر اون زیبایی که داره استفاده بشه، چیزی که من فکر میکنم خیلی تو ایران شاهدش نیستیم. یعنی بیشتر ما شاهد این هستیم که هنر برای مردم هست، حالا به خاطر منفعت مالیه، به خاطر بحث جایگاهه، به خاطر جایگاه سیاسیه، جایگاه اجتماعیه، به خاطر حالا هر چیزی که هست. من فکر میکنم بیشتر توی ایران این مسئله پررنگتر باشه و خیلی لااقل من نمیشناسم کسی رو که به پیرو مکتب هنر برای هنر یا هم پارناسیسم باشه. و مسئله که هستش در مورد خود هنرمندان، من فکر نظر شخصی اینه که اگر که هنرمندی واقعا با هنر خودش الان به یه جایگاهی رسیده، ما این اجازه رو نداریم که ازش انتظار داشته باشیم، به خاطر اینکه ما در اون مسیری که طی کرده تاثیرگذار نبودیم. صرفا من فقط بحثم در مورد بازیگرا یا ورزشکارا نیست، من حتی در مورد مجسمه سازا، در مورد نقاشا، در مورد موسیقیدانان، در مورد هر کسی که یه هنری داره، هر چقدر حتی هنرش هم کوچیک باشه یا با هر سطح درآمدی که داره، در من کلا دارم صحبت میکنم و معتقدم اگر که واقعا بدون لابی به جایی رسیده و الان تصمیم داره که سکوت کنه یا صحبتی نکنه یا به روش خودش حتی اعتراضش رو نشون بده، فکر میکنم مردم نمیتونن ازش انتظاری داشته باشن. اما ما یه سری از آدم ها داریم، همونطور که دوستان گفتن، یه سری از هنرمندان داریم که از مردم استفاده کردن تا به جایگاهشون رسیدن، با لابی به جایگاه امروزی رسیدن و از یه قدرتی استفاده کردن تا الان به اینجا رسیدن. شاید ما این حقو داریم که ازشون انتظار داشته باشیم که اگر در تعریف کلمه مردم با ما یکی هستن، الان حمایت کنن از مردم. و به قول خانم بیرژندی، حالا اگر که برای مردم عادی نمیخوان این کارو بکنن، لااقل برای همصنفای خودشون، همکارای خودشون و اصلا حتی برای خودشون، چون که وقتی اون بستر بازتر بشه، این حجم از سانسورا، این حجم از محدودیت ها برداشته بشه، ما مشکل کم برای هنرمندان نداریم. حالا اون چیزی که خیلی بدی هستش و داریم میبینیم همینی هستش که خانوما اجازه خوندن ندارن یا اجازه مثلا فرض کنید که تکنوازی ندارن و خیلی محدودیت ها هست به خصوص برای بانوان. و امیدوارم که هنرمندان اگر حتی برای مردم عادی نمیخوان کاری بکنن، لااقل به خاطر خودشون، به خاطر هنرشون و به خاطر اون محدودیت هایی که برای خودشون وجود داره، یه قدمی بردارن، یه کاری بکنن، لااقل از اونجا شروع کنن. حالا کم کم میتونن با مردم عادی که به مشاغل دیگه مشغول هستن همسو بشن، همراستا بشن، همجهت بشن و کارهای بزرگتری بکنن. مرسی، میکروفون در اختیارتون خانم دژ. ممنونم از شما خانم دژ. داشتم این فکر میکنم که حرفه شما رو در مورد دستاوردی هنرمندان رو شما بیز آقای بودم برداشته کنم بیشتر برداشته بیشتر در جریان این موضوع قرار بگیرم. یه حرفی گفتیم که هنرمندها اگر یعنی خودشون ببخشید اگر هنرمند خودش یعنی بدون حمایت مردم به جایی رسیده، یه واقعیتی که توی هنر همونطور که گفتیم توی تمام زمینه‌های هنری وجود داره اینه که واقعا نمیشه هنرمندی بدون حمایت مردم به جایی برسه. حتی اون مجسمه ساز، نمیدونم صنایع دستی یا هر چیزی، میدونی چرا میگم؟ بخاطر اینکه مثلا اگه یک مجسمه ساز نمایشگاه میذاره یا یه نقاش نمایشگاه میذاره یا این چیزا، آدمهای معمولی همین مردم هستن که میرن از این آدم از کاراش بازدید میکنن، خرید میکنن یا هر چیزی، و در نهایت اینا حامی در واقع هنر اون شخص میشن. اما بخش لابی، این بخشی از هنرمندها رو بیشتر پوشش میده که اینا از طریق، مثال میزنم، خیلی از الان آموزشگاه های بازیگری داریم در تهران و حتی شهرستان ها که بازیگرای معروفی مدیریت این کلاس های بازیگری آموزشگاه ها به عهده دارن،
و اینا میان یه پول اضافی مازادی از یک سری از هنرجوهاشون میگیرن که میگن آقا مثلا تو انقدر تو سال من پول بدی سال دیگه میتونی توی یک فیلمی فلان نقش رو بازی کنی و این هم اتفاق لاری است. یعنی شاید هم این آدم واقعا بگیم هنرمنده هنرش رو داره، اما این پله ها رو مثلا ده به یکی رد کرده. چرا؟ چون پولش رو داشته یا حالا هر چی این هزینه رو کرده و چون در راه صد ساله رو یه شبه رفته. حالا بماند که چقدر ما انسان های واقعا بی‌هنری رو مخصوصا توی سینما دیدیم، یعنی دیدیم که آدم دیده یک درصد هم نه استعداد داشته نه توانایی ولی بازیگر شده. این بعدا اون لابیه رو بیشتر پیشش میده. ولی با بخش از حرفتون موافقم که واقعا تعریف مردم ببینید چیه و حمایت و نرمانت ها از همدیگه خیلی بحث مهمی رو به نظر من باز میکنه. اونجایی که خیلی از هنرمنده خانوم از حمایت به حمایت در واقع از هنگام قاضیانی نمیدونم ویدیویی که منتشر کرده کان قاضیانی بودیم یا نه، این همون ویدیو اجرا کردن که یه لوکیشن شدید به همون لوکیشن همون اکس رو اجرا کردن برگشتن میتونه بستن و وقتن و اینا به نظر من کارهای قشنگ و تاثیرگذار یه ویدیو چون هنرمندان فکر کردن خیلی داشت اجرا کردن اشخاص تاثیرگذاری توی جامعه هستن. خوب هم خواهم یه صحبتی الان کردین که برای من یه سوالی پیش اومد که از قبلم البته این سوال تو ذهنم بود، اما الان که شما این صحبتی کردین برای من پیش اومد. حالا دوست داشتم نظر دوستانم بدونم، حالا به خصوص در بخش بانوان من اینو بیشتر دیدم که خب الان خیلی بعضی از هنرمندانمون کشف حجاب کردن و حالا توی فضای مجازی یه سری صحبت‌ها کردن که یه سری عواقب هم براشون داشت. از طرفی یه سری از هنرمندان اومدن حمایت کردن، حمایتی که فقط من توی شبکه‌های مجازی دارم میبینم ازشون، یعنی این که فقط نوشتن که ما از شما حمایت میکنیم، اما وقتی که میبینیم که طرف رو بازداشت میکنن میبرن و خیلی از هنرمندان دم زندان جمع میشن و اعتراض میکنن، همون افرادی که توی شبکه‌های مجازی حمایت کرده بودن توی دنیای واقعی حمایتی نمی کنن و همچنان فیلمش روی پرده سینما هست، داره فیلمش اکران میشه، بیلبورداش توی سطح شهر جمع نشده و این حمایتش صرفا کلامی بوده و فقط توی شبکه‌های مجازی بوده. حالا نظر شخصی اینه که واقعا این کافی نیست، چون که این حمایت زبانی رو خب مردم عادی هم میتونن بکنن و یه جورایی انگار که پشت اون هنرمند قایم میشن، یعنی هنرمند میاد پشت هنرمند قایم میشه، اون رو هول میده جلو و خودش فقط توی شبکه مجازی داره میگه کلامی میگه من اصلا حمایت میکنم، بدون اینکه هیچ عواقبی رو حاضر باشه برای خودش به جون بخره. اینو دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم که تایید میکنید یا اینکه به نظرتون واقعا در حد همین کلامیش هم اثرگذار بوده، یا اینکه نه وقتی که توی شبکه‌های مجازی حمایت کرده باید توی دنیای واقعیش هم وقتی پاش میفته عمل بکنه و حمایتش رو داشته باشه. این باز هم یعنی به همین هنرمنده داری تکنیده و فقط مثلا این واقعیت فقط صرف این که به خاطر فالوورها یا دنبال کننده ها خودش میاد این پست رو میذاره، ولی واقعا شما که دنیای واقعی قرار میگیره اصلا میبینی که این کارا رو نمی کنه و اصلا حاضر نیستش که این چیز رو با گردن بگیره این سختی و کار رو. اما از بخش نیمه پیدا نیمه پنهان سپاپ های اطمینان جمهوری اسلامی قابل نشه واقعا، چون خیلی زیاد هم و خیلی غیر قابل تشخیص هم. یعنی یه آدم هایی میبینید که مثلا در ظاهر دارن از اعتراضات و اعتصابات مردم حمایت میکنن، ولی اینا واقعا پشت پردهشون با جمهوری اسلامی یه کاری هست، فقط به خاطر در کنترل قرار گرفتن شرایط دست خودشون توی تیم جمهوری اسلامی میتونن بگن این کارا رو انجام میدن. ولی اونا آدم های واقعا عجیب و خیلی تشخیصشون کار سختیه واقعا. خانم دیگه هم بفهمید.
مرسی خانم تجام عزیز. من حالا پاسخ خانم جهابین رو میخواستم در واقع اینجوری بگم که یه مثال میزنم، اینکه توی این جنبش که شروع شد ما یه سری خود مردم رو داریم، مردمی داریم که واقعا هست اینجوری که مثلا میگنم واقعیت داره، طرف توی کافی شاپ یا توی رستوران نشسته یا توی مهمونیشه یا دورمی خانوادگیشه یا حالا هر جای دیگه، بعد اومده توی اینستاگرامش تند و تند می نویسه که مردم اعتصاب کنید، مردم اعتراض کنید، بیای کف خیابون، نمیدونم در واقع همون شعارگونه این کار انجام داده. اما موقعی که زمانش میرسه برای بیرون اومدن، موقعی که فراخوان میدن که مردم بیان تو خیابون و یا اعتصاب کنن، خب ما با یه درصد کمی در واقع مواجه میشیم. اگه بخوایم همه اون استوریا و اون پستایی که توی اینستاگرامشون یا توییتراشون میذارن، مردم عادی رو حالا منظورم دارم میگم، اگه بخوایم به جمع اونا برسیم خب باید خیلی زیاد باشه، جمعیت خیلی زیادی باید باشه، اما بازخورد چیز دیگه ای به دست ما میرسه. این دقیقا همونطور در مورد هنرمندا هم میشه ازش صحبت کنیم که خیلی ها میان مینویسن، اما موقعش که میشه مثل یکی از دوستان نزدیک هنرمند خود من که اومد استوری گذاشت که ببخشید دیگه ما تنها گروهی بودیم که تا حالا خیلی حمایت کردیم، یعنی دقیقا همون نوشته های هر روز استوریش و پستش، اما ما خرج داریم، زندگی داریم، نمیدونم این داریم اون داریم، تازه دعوت کرد که به تئاترش هم بیان و تماشاگر تئاترشون هم باشن، آدرس رو نمیدونم همه چیش هم گذاشت. خب این نتیجه همینه دقیقا، یه سری ها هستن که، و یه مورد دیگه هم بگم الان یادم افتاد که یکی از هنرمندامون در واقع کشف حجاب کردن، حجابشون رو برداشتن و یه هنرمند دیگه زیرش اومد نوشتش که تحسین کرد اون هنرمندو و گفت ببخشید آقامون اجازه نمیده که من به همین حالت بخوام حمایت کنم از تو. خب مجموع اینا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم اینه که محافظه کاری بعضی از هنرمنداست این وسط، حالا مردم هم همینجور میگم چون من دوتا مثال زدم، محافظه کاریشون رو در عین حال به خاطر اینکه نمیخوان حالا محبوبیتشون رو از دست بدن پیش مردم و اگه کسی هم معترض بشه بگن ما حمایتمون رو کردیم، ما نوشتیم، ما این کار رو کردیم، اون کار رو کردیم، ولی در واقع اون کاری هم که انجام نمیدن از این طریق هم میتونن اگر مردم خواستن بهشون حرف بزنن یه چیزی نشون بدن که بگن نه بیایی ما اصلا مثلا یک ما اصلا فعالیت نکردیم یا از مردم حمایت کردیم. این اتفاقیه که الان افتاده، چیز واقعیتیه که وجود داره و اون سری از هنرمندایی هم که حالا اصلا به روی خودشون نیاوردن یا حتی مخالف مردم صحبت کردن، خب دیدیم با سیل به حال فحاشی یا همون حالا مردم تحریمشون کردن در واقع مواجه شدن. شاید یکی از دلیلاش هم همین باشه، اونایی که میان الکی حتی فیلم اینو یا نمایش اینو میذارن که دارن حمایت میکنن اما در واقعیت نیست، به این دلیل باشه. مرسی، متشکرم. بله، من موافقم که این قشنه خیلی برخشی خیلی به نظر من جالب نیست که ما حرف عمالیم از هم انقدر فاصله داشته باشه یا انقدر خودخواهی رو در واقع میتونم بگم انتخاب کنیم و بگم تا یه جایی پیش بیان بعد ببینیم که مثلا من خب مثلا برم به لحاظ مالی ضرر میکنم پس اوکی کنسله بریم سر کار زندگیمون رو. این همون چیز بود دیگه، یه کمپین نو عادی سازی را افتادی، واقعا همونه، تو اصلا هیچی عادی تو چجوری میتونی الان بریم صحنه تئاتر اجرا داشته باشی، چه جوری میتونی یک سر کار زندگی واقعا در حالی که آدم ها دارن خیابون کشته میشن. هر یه بحثی هم یادم یه جای انجام شد تا تو جلسه بود کانتوها نبود یا نه، در مورد هنرمندایی بود که اولش اولیه به در واقع اعتراضات سکوت کردن
اما بعدش پیوستن یا حالا در کنار مردم قرار گرفتن، حمایت کردن، مثلا پست حمایتی تو اینستاگرامشون گذاشتن. اینا دوستان نظرشون در مورد این بخش از هنرمندی که حالا مثلا اینجوری شد، میخوام ببینم که یعنی به نظرتون آیا همین حمایت نکردن یا همین اعتراضات نسبت به رفتار هنرمندها باعث میشه که یه سری از هنرمندها به خودشون بیان و این فکر کنن که بیان و کنار مردم قرار بگیرن، یا باز برمیگرده به اینکه مثلا هنرمندی میشون بخواست دو تا چهارتا میکنه میگه خب فردا بگی که اینا رفتن من حمایت دولت رو که ندارم حتی حمایت مردم رو داشته باشم. نظرتون چی؟ آیا با این آدم ها موافق این های متقدیم که اینا همچنان یه انسان که ازدبادی هستن که هر وری باز بیاد برن، یا نه یه سری واقعا به این نتیجه نیستن که بیان توی کنار مردم قرار بگیرن حالا به هر دلیلی؟ نمیدونم شاید واقعا میشنم آقا چیز فکر میکنن شاید واقعا دو تا چهار تا انجام میدن و دیرتر حالا این تصمیم رو میگیرن و عملیش میکنن. چون من خیلی جا دیدم که برخورد با این هنرمند ها که حالا اوایل سکوت کردن و پست‌های حمایتی گذاشتن خیلی معترض بودن که نه تو تکلیف روشن و اگه میخواستی بیای از اول با هم میومد یا چرا الان میاد. دوستان اول اینو بدونم بفهمتون میگم. مرسی، ببخشید من خانم دوجم عزیز، یه چیزی توی این من جلسات قبل گفتم اونم اینه که در واقع تمام کسایی که تا از اول تا الان بودن و دارن ادامه میدن یا میپیوندن این انقلابو باور کرده بودند و دارن باور میکنن و میپیوندن. خب ولی یه نکته خیلی مهمه تو این قضیه که اون شجاعت، آموزش شجاعت، این که انقلابو باور کنی و شجاعت، وقتی باورش میکنی میدونی که توی اون اتحاد کامل دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه کاری بکنه، دیگه نمیتونه اینجوری سرنگون کنه یا سرکوب کنه یا نابود بکنه. من فکر میکنم یه سری از هنرمندا واقعا اگر بخوایم، و دیدیم که حالا به هر حال دستگیرم شدن، بازداشت شدن، با وثیقه و اینا آزاد شدن، به هر حال شهامت یا جرأت اون آدما برای مطالبه گریشون یا دفاع از حق خودشون و حق ملت ایران باعث شد که این انگیزه رو در خیلی های دیگه هم به وجود بیاره، و اینکه اونهایی که باور نداشتن باور کنه. من بیشتر معتقدم که اونایی که اضافه میشن باورشون بر این انقلاب بیشتره، چون الان 90 روز شده میدونید، یعنی اگه یه چیزی بود که مثل سریای قبل بود و یه زمان کوتاهی هفته 10 روز داشت تموم شده بود، آره میشه اینو بگیم بازم سرکوب شد دیگه، ولی الان 90 روزه و روزی نیستش که خاموش باشه. در هر صورت اگه با کوچیک هم باشه تو شهرهای مختلف یا تهران یا هر جای دیگه به حال هست. اما من یه سری از متنایی از هنرمندا دیدم که واقعا خودم مثلا یه لحظه ترسیدم که چه اتفاقی برای این فرد میفته. نمونهش هم میتونم همین دوتا پست آخر آقای حمید فرخ نژاد رو اشاره کنم که مستقیما به علی خامنه ای گفت و دیکتاتوری و دیکتاتور بدی هستی و حتی عاقبتش هم بهش گوشزد کرد که چطور. خب به هر حال وقتی یه هنرمندان بزرگتری به قول معروف معروفتری که دنبال کننده های بیشتر و طرفدار بیشتری دارن این کارا رو میکنن، نتیجتا اونایی که حالا به هر حال یکم کمتره یا از لحاظ کاری حتی ضعیفتر هستن هم میتونم بگم که باز اون شجاعت رو به دست میارن، چون از اون باور اینا هم به باور میشه. البته اینا همه حرفای من در یه حد و اندازه درصدیه، در مورد همه نیستش، ولی من فهم کار خوبی خیلی تاثیر داره و اونایی هم که دارن میپیوندن به نظر من هیچ اشکالی نداره تا آخرین روزی که مردم دارن مبارزه میکنن و روز پیروزی ماست، تا آخرین ثانیه هم هر کسی به این انقلاب بپیونده یعنی خوش اومده. اینطوری باید بگم. مهم نیست که، ولی هر وقت باور کردید به خوش آمده هستید.
به این انقلاب و در آینده هر اتفاقات بر براتون پیش بیاد. هر چیزی تربیم به نفع خودتون. خیلی هم عالی. کیستان وارده دیگه هست که بخواهیم بله برقا مایه رو خطاب بگیم تا موردی هست که بخواهیم راجبش صحبت کنیم نیستان. یه چیزی یادم اومد که حالا اینو الان خواهیم دامی نرسن. ولی به نظرم ممکنه که یه تایمی برسه که دیر بشه. ممکنه. یا اون آخرهای تا دقیقه 90 که دیگه همه مطمئن که صبح که بیداشیم. دقیقا روز آخر صبح که بیداشیم. اینا نیستن. من خودم اون موقع خیلی نمیپسندم که اصلا یکی دوتا هم یا استوری بذارم مردم حمایت. موقع شاید دیگه قضیه قشنگ نشه. بفهمیدم دارم. حالا به قول شما دیگه اون که میذاره برای روز آخر دیگه خیلی عجیب غریبه، ولی معتقدم که مردم فراموش نمی کنن و اگر حتی به هر حال درگیر زندگی روزمره بشیم و فراموش بکنیم، میدونم که همیشه یه قشری از مردم هستن توی شبکه‌های مجازی که یه سری مسائل رو یادآوری میکنن و میدونم اینم جز اون مسائلیه که یادآوری میشه. یعنی اگر که الان هنرمندی سکوت کرده، صحبتی نمیکنه، حمایتی نمیکنه و این حمایت نکردنش تا روز آخر ادامه پیدا کنه و بعد فیلمش اکران بشه و ما اصلا یادمون نباشه که این هنرمند جزو کسایی بوده که حمایت کرده یا نکرده، مطمئنم که یه سری فیلم ها منتشر میشه، یه سری داستان ها منتشر میشه و به مردم یادآوری میشه که این حواستون باشه جزو اون هنرمندایی بوده که در کنار مردم نبوده ها. یا برعکسش هم هست، کسانی که به هر حال هنرمندانی که در کنار مردم میمونن، قرار میگیرن و ممکنه در آینده یه مقداری امنیت شغلیشون به مشکل بر بخوره، فیلم خوبی بهشون پیشنهاد نشه، اما این دفعه نوبت مردمه که در کنارشون باشن وقتی که از اون فیلمشون حمایت میکنن یا از نمایشگاهش حمایت میکنن، از اون در واقع هنرش رو ساپورت میکنن. برای همین من معتقدم که به نفع خودشونه واقعا که در کنار مردم باشن، چون که در نهایت این مردم هستن که پشت هم دیگه میمونن. و حالا یاد آقای پرچمی افتادم، رامین پرچمی، که دقیقا همین اتفاق براشون افتاد، یا حتی خانم پگاه آهنگرانی و خیلی های دیگه که از هنرمندانی بودن که از اعتراضات سال 1388 در کنار مردم بودن، حمایت کردن و به حال یه سری اتفاقات عجیب غریب براشون افتاد و حتی به این حد رسید که بعد از اینکه مثلا آقای پرچمی از زندان آزاد شدن، کارگردانی جرئت نمی‌کرد بهش فیلم بده یا تهیه کننده‌ای جرئت نمی‌کرد بهش پیشنهاد کاری بده و به هر حال این جرقه حمایت از یه جای شروع شد، از اونجایی که یه خبرنگاری رفت باش مصاحبه کرد، تریبون در اختیارش گذاشت تا ایشون بتونه صحبت کنه و گلهشو بگه که بابا من به هر حال از مردمم و در کنار مردم بودم و حالا از من حمایت کنن و در ادامش به حال یه سری حمایت ها ازشون شد، یه سری پیشنهادات تئاتر بهشون شد و شاید دیر و زود داشته باشه اما سوخت و سوز در واقع نداره. آره خیلی کمه، میزانش کمه و امیدوارم و منم حالا در مورد صحبتتون و سوالتون، منم به نظرم هر موقعی که برگردن و اعتقاد پیدا کنن، حالا با هر انگیزه‌ای که داره، اگر که به قول شما انگیزش اینه که خب حالا اینا برن فردا من میمونم و مردم چیکار کنم، میتونه این انگیزش باشه، میتونه واقعا دچار اون تحول درونیه شده باشه، میتونه خودش پاسوس شده باشه، اگر که خواهرش، برادرش، یکی از اعضای خانوادهش جز همین معترضین باشن که الان بازداشت شدن، به هر حال علتش هر چیزی که هست، مهم اینه که فعلا همراه بشن، اگر که حتی در ظاهر هست نه در باطن. به هر حال انگیزه هر کسی به خودش مربوطه و خودش میدونه و ما هم در جایگاهی نیستیم به نظرم که بخوایم قضاوتش بکنیم، چون که هر کسی یه سری دنبال کننده داره همونطور که خانم بیژندی گفت و تاثیرگذار هست، صحبت‌ها، حرف‌ها تاثیرگذار هست و یه چیزی هم که لااقل انتظار دارم این که هنرمندی اگر نمیخواد در کنار مردم باشه، لااقل در مقابل مردمم نباشه. یعنی اینکه اگر سفید نیست میخواد خاکستری بمونه، لااقل دیگه سیاه نشه.
حرفی نزنه که بدتر هیزم آتیش بشه، سکوت کنه لااقل به هر حال مردم میگن که سکوت کرده به هر دلیلی که برای خودش داشته. و امیدوارم که حتی این هنرمندانی که در مقابل مردمم ایستادن هر چی زودتر به خودشون بیان و رویهشون رو عوض کنن. کاش میشه این که نمیبخشیم نه فراموش میکنیم و حافظه تاریخی انقدر پرقدرت هست که به قول خانم جهانی فرداریزی همه کارهای همه آدم ها یا جلوی چشمون که اگه خدای نکرد کسی یادش رفته بود یادآوری بشه، همونطور که تا الان نتیجهش رو دیدیم. و این حافظه تاریخی باعث شد که این بار دیگه مردم گول اصلاح طرفا رو نخورن و خام هر گو برده نشن و به هدف بزرگتر و عمیق‌تر فکر کنم. خیلی هم عالی، من با اجازتون جمع‌بندی بحث آزاد رو انجام میدم. بحث آزادمون در مورد حق اعتراض بود، هنرمندان در کنار یا مقابل مردم. ممنون از تک‌تک دوستانی که توی این بحث آزاد مشارکت کردن، نظراتشون رو دادن. در مورد جایگاه و حق انتخاب هنرمندان صحبت کردیم که هنرمندان دوستان کنار مردم باشن یا مقابل مردم. اگر مقابل مردم قرار میگیرن، ما به عنوان مردم یا حامیان اون هنرمندها چه واکنشی باید نشون بدیم؟ دسته‌بندی هنرمندها رو انجام دادیم که یه سریاشون دوست دارن هنرمندها حکومتی باشن که تفکیکشون روشن و یه سری هم تصمیم میگیرن که کنار مردم باشن و تاوان کنار مردم بودن رو بدن بازی اون رو به و مردم هم خوبم که یادشون میمونه که کیا ازشون حمایت کرد. چون به این نتیجه رسیدیم که هنرمندها ابشار تاثیرگذاری هستن توی جامعه و میتونن نقش مهمی رو توی انتخابات در واقع برای نظرهای مردم داشته باشن. من ساعت 19:34 دقیقه به وقت هتل مرکزی پایان جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام می‌کنم.